درود بر دوستان و همراهان عزیز. سوال اینجاست که چرا باید استان خوزستان در حال سوختن در بیابی باشه؟ استان و منطقه‌ای که همیشه در طول تاریخ پرآب بوده، چرا که در کنار منابع ارزشمندی همچون خلیج فارس، چهار رود بسیار بزرگ از جمله کارون که تنها رود قابل کشتیرانی در ایران هستش و همینطور دو تالاب بسیار عظیم و ارزشمند در اون، جزء یکی از مناطقی بوده که هرگز مشکل بی‌آبی نداشته در طول تاریخ و گهوارگاه تمدن‌های بزرگی همچون تمدن شوش بوده. و جالبه بدونید که بعد از کشور عراق تنها کشوری بوده که بیشترین نخلستان‌ها رو در جهان داشته. پس چرا چنین منطقه‌ای که اینقدر پرآب بوده و هیچ وقت مشکل آب نداشته در طول این دهه‌های اخیر اینقدر با بحران‌های متفاوت در روبرو شده که مردم اینقدر معضل دارن که حتی الان در حال حاضر معضل آب آشامیدنی خودشون رو دارن؟ اگر که بخوایم تغییرات اقلیمی و آب و هوایی رو بگیم که ناهنجاری ایجاد کرده باشه، خب پس چرا شهرهای یزد و کرمان و اصفهان که کلن خیلی خشک‌ترن، اصلا دسترسی به منابع ندارن، پس چرا اونا این دهه های اخیر انقدر با مشکل بیابی و ریزگرد و سیل و اینجور چیزا مواجه نبودن که الان در حال حاضر مردمان خوزستان حتی در زمینه آب آشامیدنی خودشون مشکل دارن و بیابی داره بیداد میکنه؟ میتونیم بگیم که هیچ استانی تا حالا به اندازه استان خوزستان دست در طبیعت نبرده و به طبیعت دست درازی نکرده و چرخه طبیعی طبیعت رو به هم نزده. در واقع با از بین رفتن چرخه طبیعی اکوسیستم تو خوزستان، این چرخه کلن با اختلال مواجه شده. به طور مثال، مثلا به دلیل جاده سازی و بستن رودهای آب از جانب چه دولت ایران چه دولت عراق و تقسیم بندی تالاب‌ها برای انجام اکتشافات نفتی، کلن باعث شده که فقط پسابای نیشکر به حوضچه روان شد به اون تالاب‌ها که باعث بشه باعث شوری آب، از بین رفتن ماهی‌ها، نخلستان‌ها و زمین‌های کشاورزی بشه و همینطور هزاران رس، گاومیش، حاشیه کلن تالاب‌ها هستن که اگر که آب نباشه اونا بدون آب و آبتنی و چریدن در علفزارهای تالاب کلن قادر به ادامه حیات نیستن. از اون طرف ساخت سد گوتوند رو داریم بر روی یکی از بزرگترین در واقع رودهای ایران، بر روی رودخانه کارون. سد گوتوند کلن یکی از بزرگترین سدهای ایران هستش که نقش مهمی هم هست داره در واقع تأمین برق و آب در کشور ایران، که در دولت هاشمی کلن شروع کرده به در واقع پروژه به آغاز کردن و به قول وزیر پیشین کشاورزی این سد در واقع یک فاجعه و اشتباه ملی هستش. و جالبه بدونید که کلن بهره برداری سد در ایران در انحصار نهادهای نظامی و حکومتی مثل سپاه پاسداران هستش و در حقیقت سد گوتوند مثل یه بمب ساعتی داره برای خوزستان عمل میکنه. این سد و بقیه سدها باعث مرگ رودخانه ها کلن شدن و درسته که کلن وجود سد برای تأمین آب و برق و حفاظت از سیل ضروریه، اما وقتی که یه سد یه جایی که نیاز نیست درست بشه و یا جای اشتباهی در واقع بخواد ساخته بشه و نگاه کارشناسانه روش اعمال نشه، میتونه واقعا فاجعه بار باشه. به طور مثال در مورد سد گوتوند، وجود گنبدها و رگه های نمکی در اطراف محل آبگیری کلن منجر به افزایش شوری وحشتناک آب دریاچه و همینطور آب کارون شده، اتفاقی که دیگه واقعا نمیشه برای اون کاری کرد. همینطور زیر آب رفتن مقدار زیادی از زمین‌های مرغوب و بعضی از آثار باستانی و تخریب سدها اصل درخت و بعد از اون سیاست کلن تعطیلی کشاورزی و اراضی که بعداً در واقع همین زمین‌های کشاورزی به کانون گرد و خاک و ریزگرد تبدیل شدن. وقتی که جایی که نیاز نیست سد احداث بشه چه اتفاقی کلن میفته؟ دریاچه‌ای که پشت سرش تشکیل میشه
در واقع پر از آبهایی که آبهای کمیابه دیگه اونجا ذخیره شده. این آبها در نهایت خیلی سریع باعث میشه که تبخیر بشن. چرا؟ چون که یه فضای زیادی، سطح زیادی با هوا در تعامل هستش، اون هم آب و هوای گرم اونجا، و با خیلی سرعت زیادی آب تبخیر میشه و در واقع هدر میشه و یه حجم زیادی از آب هدر میشه، در حالی که از اون بر رودخونه ها بسته شدن و رودخونه ها جاری نیستن، در واقع رودخانه ها مردن. حالا مردم خوزستان از خودشون میپرسن آبهایی که در اثر سیلابهای سال 98 تو این استان جاری شدن اونا کجا رفتن؟ این همه در واقع این همه سوء مدیریت در نگهداری آب رو کلن چجوری میشه توضیح داد؟ دیپلماسی آب و دیپلماسی محیط زیست کلن تو کشورهای پیشرفته دنیا جز رشته‌های تخصصیشون هستن و مورد بحث قرار میگیرن، اما متاسفانه در ایران جز مسائل حاشیه‌ای هستن که به محیط زیست و مردم ظلم میشه در واقع. و در آخر باید گفته بشه که تا قبل از همین بحران‌های اخیر بیش از 700 روستا در استان خوزستان همینجوری با مشکلات بی‌آبی روبرو بودن، حتی با تانکر آب و آشامیدنشون تأمین می‌شد، از بابت کشاورزی دامداری کلاً با مشکل مواجه بودن، طوری که به حاشیه اهواز در واقع مهاجرت کرده بودن و اهواز به لحاظ حاشیه نشینی دومی شهر در ایران هستش. حالا از این به بعد متاسفانه با این بحران ها و مشکلاتی که پیش اومده در ماه های آینده ما شاهد در واقع مهاجرت میلیونی اجباری ناخواسته زیادی از شهروندان خوزستانی خواهیم بود که به حاشیه شهرهای بزرگ مثل ایران، مثل تهران، مثل کرج، مثل مشهد، مثل اصفهان خواهند رفت و مهاجرت اجباری خواهند داشت، که این حالا علاوه بر اینکه همه محیط زیست ما بسیار آسیب میبینه، آسیب های جبران ناپذیر، از بابت این مهاجرت های میلیونی هم واقعا آینده جالبی نخواهد بود. برنامه به درخواست دوستان در کامنت ها که گفتن چرا راجع به این مطالب و موضوعات اخیر صحبت نمی کنی، من این ویدیو رو آماده کردم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.